موسیقی برای من زندگیه. اگه موسیقی نباشه یعنی من گمم، هیچی نیستم بدون موسیقی. بعضی وقتا یادمه که یه جای مهمونی دعوت می‌شدیم، اصلا همه عقب پیانو می‌گشتن که بشینم بزنم، صدای سازو در بیارم. خیلی احساس ناراحتی می‌کردم. یعنی اون موقع اینقدر این چیزا در خودم میدیدم. وقتی هم رانندگی میکنم با زمزمه میکنم، تو عالم موسیقی هم راه میرم، در عالم موسیقی هستم، میرم مثلا خرید میکنم، درسته؟ اگه درس بدم خب بازم درسم که دارم میرم در عالم موسیقی هستم، یا نشستم مثلا میگم این صداها مثلا اینجوریه اونجوریه، آنالیز میکنم یا موسیقی میذارم پخش میکنم. حتی اون موقع هم که اصلا میخوام صورتم بشورم، بالاخره دارم زمزمه میکنم. یعنی آدم جدا نمیشه، مگه که آدم شروع کنه به فکر کردن راجع به مسائل. اون حالی که موسیقی به آدم میده اصلا یه دنیای عجیب غریبیه که از شنیدن بعضی وقتا موسیقی دیگران آدم از خود بی خود میشه. این حالایی که هست، یا مثل این که شعرت فردوسی رو میخونی یا حافظ رو میخونی، میره تو اون دنیا. موسیقی هم همینجوریه دیگه. این دوتا چیز خیلی رو من اثر میکنه. شما تعریفتون یه موسیقی ارزشمند و ماندگار چیه؟ باید یه فیلسوف جواب بدین رو. به نظر من از اون موسیقی که فرهنگ خودشو منعکس میکنه، بعد بر اساس تکنیک آهنگسازی موسیقی غرب باشه از نظر فرم و، چون که ما جهانی، موسیقی جهانی حالا اسمش، موسیقی کلاسیکه دیگه، رشته منمونه. ولی خب من از موسیقی ایرانی شروع کردم، ویولون زدم اومدم بالا، بعد به موسیقی غربی اومدم. حالا کاری که میکنیم یه موسیقی که حالا اینجا اسمش رو میذارم جهانی، یعنی موسیقی که بنویسی موسیقی خوب باشه همه دنیا استفاده کنن بفهمنش. اگر بریم مثلا با کمونچه مثلا بزنی این موسیقی رو، مثلا چهار نفر رو بیاره، خیلی ها دوست ندارن. ممکنه موزیکولوگا یا کسایی که دنبال موسیقی های غیر اروپایی میگردن طرفدارش باشن، ولی اکثرا موسیقیه که همون نرم سمفونی خودشون رو داره، در اون قالب اگه بنویسی با اون سازا میفهمن. اگه آهنگساز خوب باشه که دیگه مورد آدم میشه، مثل اونهای دیگه میشه جزو رپرتوار. Thank you.
خلاقیت یه امر اکتسابیه یا امر ذاتیه؟ ذاتیه. یه مقدارم خب وقتی که شما از صبح که پاشین از رادیو و تلویزیون و تمام اینا آهنگایی که خوبه میشنوین خب تأثیر میکنه دیگه. از بچگی مثل که شما توی یه خانواده موسیقیدان بزرگ بشین، یعنی بهترین موسیقی‌ها رو دارین میشنوین دیگه. همین که میدونین چه موسیقی خوبه چه موسیقی بده خیلی تشخیص میدین دیگه. برای هنرمند فرق میکنه که کجا زندگی میکنه؟ برای هنرمند اگه آدمی باشه مثل من که بستگی به موسیقی ایران داره باید تو ایران باشن. از اینجا فیلمسازم به نظر من فیلمساز ایرانی باید ایران باشه، آهنگساز ایرانی، نویسنده ایرانی، همه اینا باید تو کشور خودشون باشن. یعنی الهامشون هر چی میگیرن از این مملکته، درسته؟ موفق میشن. من تو موسیقی از موسیقی ایران استفاده کردم ولی الان خیلی بیشتر ایرانی شده موسیقی من. تو اون موقع از عواملی استفاده میکردم. خونه شما الان کجاست؟ تو تهران، آمریکاست، میانه؟ همه جا. هم ایران و آمریکاست. در اینکه من به خاطر خانواده میرم آمریکا. ولی بیشتر وقت من ایرانه، بیشتر وقتا. در سال اقلا اگه یه دفعه تو ایران بیام خیلی خیلی دوره. باید بیام، بعد از هر چند ماه باید بیام اینجا. موسیقی در روش زندگی شما چه تأثیری گذاشت؟ حالا این موسیقی چون که آدم وقتی که رو میاره مخصوصا آهنگسازی، خب نوازندگی هم اینو داره که آدم از خانوادهش خود دور میشه، یعنی زن و بچه آدم ناراضیه نمیشه، اونا میخواد زندگی طبیعی داشته باشن. زندگی ما همش رو کار و تمام نوشتن دیگه، تمام عمر آدم صرف نوشتن میشه. و تا دیگه بعد از چند سال فهمیدم که خود به خانواده باید رسید. میگم حالا الان مثلا میگم حالا که دارم کار میکنم تا عصر، حالا بعدش متعلق به خانواده باشه، با هم سینما بریم، نمیدونم تئاتر بریم، کنسرتی باشه بیرونی، این چیزا. اگه موسیقی دان نمیشدی دلت میخواد چیکار بشی؟ نجار. چرا نجا؟ خیلی دوست دارم چیز بسازم. شما اگر خودتون رو بخواید توصیف کنید چی میگه راجع به خودتون؟ که آدمی هستن که همیشه کار میکنم و هموقعم وطنمه. از آرزوهاتون هم میتونیم بگیم؟ آرزو هم اینه که مملکت ما برسه به اون جایی که حقشه. یعنی آدم میبینه، میبینه آدم یه چیزایی میبینه میگه اینجا ایرانه، این بچه ها هستن دیگه جوانه. واقعا آرزوی من ایران
بره. Thank you.